خیلی ممنون که به ما وقت دادید من با سوالی درباره پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما شروع می کنم دو نکته مطرح هست در این پیام یکی اینکه برخلاف سال گذشته که در بخش از پیام رهبران ایران مورد خطاب قرار گرفتن در این پیام چنین چیزی رو نشنیدیم و نکته دوم واکنشی هست که این پیام در ایران داشته به عنوان مثال رئیس مجلس ایران اون رو مزهک خونده اول از همه باید شما تشکر کنم که این فرصت رو به من دادین تا با شما و با شنوندگانتون صحبت کنم در مورد سوال شما یعنی معلوم است که هر سال رئیس جمهور اوباما نمیتونه پیام سال قبلی رو تکرار کنه یعنی محتویات هر پیام نوروزی بستگی داره و همون وضعیت حاکم در منطقه در دنیاست از این نظر ولی وجه اشتراک همه این پیغام ها همون اترام مردم آمریکا نسبت به ملت بزرگ و شریف ایران است از نظر واکنش های داخلی ایران یعنی خیلی به جناب آقای لاری جانی به عنوان رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران اترام میذارم و خوب است که ایشون آزادی بیان داره در این موضوع و انشاءالله یه روز تمام مردم ایران همین آزادی بیان خواهد داشت به پرونده هسته ایران بپردازیم پرونده هسته ایران در آخرین مذاکرات در شهر استانبول به نوعی متوقف شد به نظر آمریکا قدم بعدی چه هست؟ نگاه آمریکا به آینده روندی که پرونده هستی ایران طی میکنه چه هست آیا هیچ امیدی برای پیشرفت هست این سوال سوال جالبیه یعنی در این موضوع موضوع برنامه هستی ایران سه نقطه کلیدی است اول از همه ما باید بگیم و به کرات اظهار نظر کردیم به ما حق برخورداری سولومیز ایران از انرژی اتمی به رسمیت شناختیم این قابل بحث نیست ولی ایران به عنوان کشور عضو همون معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته هم حقوق داره هم وظایف تعهد داره و قضاوت جامعه بینالمللی و نهادهای زیرسلاح مثلا آژانس بینالمللی انرژی اتمی این است که ایران به تعهداتش پایبند نبوده است و... بله شما درست فرمودین از اینکه ایران در آنکرا پیش شرط غیر واقع بینانه گذاشتند که مانع آن شد که وارد بحث بشیم وارد مذاکره شویم یعنی این است و موزه هم آمریکا هم گروه پنج به اضافه یک این است که مسیر برای گفتگو با جدیت با حسن نیت و با احترام متقابل باز است ایران باید تصمیم بگیره که وارد این مسیر بشه و ما حاضریم یعنی مشتاق دیدار و مذاکره با ایران هستیم در مورد چطور میتونه هم نگرانی های جدی جامعه بین برطرف کنه راجب ماهیت صرفا صلحمیز برمه هستی و هم اترام بذاره به همون حقوق استفاده سهلمیز انرژی هستی ایران است. شما صحبت از آمادگی آمریکا برای پیشرفت در پرونده هسته ایران می کنید زمانی که ایران مسئله تبادل سوخت رو با میانجیگری ترکیه و برزیل پذیرفت بلافاصله فاصله تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال شد چرا اگر این رو یک قدم مثبت از طرف ایران بدونیم چرا واکنشی منفی در اون زمان به همراه داشت نه هیچ رابطی به هم که نداشت یعنی ما همون توافق در مورد تأمین سوخت ریاکتور تحقیقاتی تهران ای را به عنوان یک گام اعتماد بخش برای اعتماد سازی به اون نگاه کنیم و با اینکه قبل از اون در اکتبر سال پیش دو سال پیش به یک توافق اصولی رسیدیم در مورد این موضوع آخر و عاقبت دولت ایران قبول نکرد که به این توافق اصولی بپیوندد و فی نفسه تامین سوخت به راکتور اهمیت داره از این که یک از نظر اعتماد سازی و ما دنبال اونیم که نه که همه اطراف اقدامات اعتماد سازی چیز بکنند تا ما میتونیم یک راه حلی پیدا کنیم در مورد این برنامه هستی ایران ولی برای رسیدن برای دست یابی به یک راه حل معتبر و پایدار که مرزی و طرفین باشد ما باید وارد مذاکره بشیم مسئله دیگر مسئله تحریم ها علیه ایران هست دولت ایران تا کنون از مواضع خودش کوتاه نیومده و مرتب مقامات ایران میگن تحریم ها اثری نداشته اما در میان مردم شاهد هستیم کسانی که به عنوان مثال پیش از این در شرکت های خصوصی کارخانه های خصوصی که داشتن مشغول تجارت بودند، الان با مشکلات خیلی جدی روبرو هستند همواره گفته شده که تلاش میشه تحریم ها اثری بر زندگی مردم عادی نداشته باشه <applause> اما چیزی که الان مشخص هست این هست که تاثیر داشته فکر میکنید که این تحریم ها چطور بوده از نگاه آمریکا تا الان تاثیرش عرض به حضورتون این تحریم ها که اعمال شده نه از فقط آمریکا بلکه از جامعه بین این است این بخشی از سیاست دو مسیر است یعنی یکی از این اعمال فشار یکی از این تشویق کردن که به مذاکره بپرزه وارد مذاکره بشه و نگفته پداست که مردم عادی ایران هدف این تحریم ها نیستند دیگه یعنی هدف این تحریم ها همون کردار و عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت ایران است و بله تا اندازه خود مردم ایران رنج میبرند از این تحریم ها و این واقعا با یه است تأصف آور است ولی نباید فراموش کنیم که هدف این تحریم ها این است که ایران دولت ایران جمهوری اسلامی ایران تعهدات حاسباتشو عوض کنه و با حسن و جدیت وارد مذاکره بشه و به عنوان سوال آخر درباره تحولاتی که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جریان هست دلی. مسائل زیادی مطرح هست اما از نگاه آمریکا آیا کشورهایی مثل لیبی که الان ناتو در اونجا دخالت نظامی داره انجام میده از یک طرف و عربستان و بحرین از طرف دیگر که اونها هم بر طبق گزارش ها و شواهد سرکوب هایی در اونها صورت گرفته آیا این کشورها از نظر آمریکا یکسان هستند آیا واکنش آمریکا به برخورد عربستان با مردمش و لیبی با مردمش یکسان بوده هف... مصنوی هفتاد من خواهر شده دیگه ولی میشه گفت که ده یعنی موضع آمریکا در مورد این تحولات تازه مدره یک سان است یعنی یک پارچه است برای همون گونه که وزیر امور خارجه کلینتون اظهار نظر کرده یعنی وضعیت هر کشور منحصر به فرد است پس کاربرد یا به کارگیری سیاست ما یعنی عملی کردن سیاست اصولی ما فرق داره در لیبی از اینکه در آستانه یک فاجعه انسانی بودیم که ما نمیتونستیم بی تفاوت بمونیم و از اینکه کشورهای عرب درخواست کمک کردن مردم لیبی درخواست کمک کردند و این قطنامه سازمان ملل متحد صادر شده ما وارد عمل شدیم ولی مموریت نظامی ما همون گونه که پرزیدنت کلینتون فرمودن محدود است و خارج از اون کارهای دیگری انجام بدیم تا از اینکه همون گونه که پرزیدنت اوباما گفت موضع رسمی آمریکاست این است که قذافی قضا باید بره در مورد بحرین خانم کلینتون فرمودن که تنها راحل پایدار و مناسب و معتبر راحل سیاسی امنیتی نیست از این نظر گفت که همون ورود نیروهای خارجی به بحرین گام در مسیر اشتباهی بود و از این نظر همه طرفین را احزاب را فراخوندیم تا به یک مذاکره همه جانبه فراگیر به پرزه که همه طرف میتونن با هم صحبت کنند تا یه راحلی سیاسی برسه و در پایان این گفتگو آیا شما سخنی صحبتی با مخاطبان رادیو و وبسایت بی بی سی فارسی دارید یعنی نگفته گفته پراس یعنی ما افتخار من است که با شما صحبت کنم در مورد مواضع سیاست های دولت آمریکاست و همون گونه که رئیس جمهور اوباما فرمودن در پیام نوروزیش پرزیدنت اوباما در کنار مردم ایران ایستاده است و همون گونه که ایشون فرمودن آینده و سرنوشت ایران در دست خود مردم ایران است و خیلی لطف کردیم تشکر میکنم خیلی متشکرم از شما